سرخط مهمترین خبرها، رسانه ها اولین نماینده طالبان به تاجیکستان آمده است. مادر عبدالرحمن 09 را به زندان بردند. و جبهه مقاومت ملی طالبان را به دروغ پراکنی متهم کرد. درود بیننده عزیز و خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 12 می است. رسانه های محلی تاجیکستان نوشتند یک نماینده حکومت طالبان در هیئت دسته فوتبال تا 16 ساله های افغانستان به دوشنبه آمده است. در این باره خبرگزاری ازیا پلوس از قبل محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در دوشنبه خبر داد. به نوشته این رسانه، حافظ احمد زازای نماینده حکومت طالبان در هیئت دسته فوتبال نورسان تا 16 ساله افغانستان روز 10 می توسط خطسر استانبول تاجیکستان وارد دوشنبه شده است. محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان هم روز 11 می ضمن یک همایش در دوشنبه گفته است وظیفه حافظ احمد نظارت 31 ورزشگری است که به تاجیکستان آمدند. ظاهر اغبر گفته است نماینده طالبان با آنها صحبت نکرد. قبل از آمدن به تاجیکستان به ورزشگران هم هشدار دادند که با خبرنگاران و حتی با نمایندگان سفارت صحبت نکنند، گفته است سفیر افغانستان در تاجیکستان. مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم به خبرگزاری ازیا پلوس تصدیق کردند که حافظ احمد زازای در رأس هیئت دسته فوتبال نورسان تا 16 ساله افغانستان به تاجیکستان آمده است. بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال گذشته، بسیار کشورهای منطقه با طالبان تماس برقرار کردند، اما حکومت تاجیکستان از همه گونه گفتگو با حکومت طالبان تا این دم خودداری کرده است. شاهده محمدجان و مادر بلاگر شیرزاد محمدجان را به زندان انتقال دادند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روز 7 اپریل محمدجان را برای طرفداری از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 و نهضت اسلام به 6 سال زندان محکوم کرده بود. وکیل دفاع از حکم ناراضگی کرد، اما خود شاهده محمدجان و از شکایت کردن به زینه بالایی خودداری کرده است. شیرزاد محمدجانوف که با نام عبدالرحمن 09 در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند، بر رادیوی آزاد گفت مادرش را همین هفته به زندان شهر نارک انتقال دادند. شاهده محمدجان و 3 فوریه امسال از سوی ماموران شعبه کارهای داخلی در شهر وحدت بازداشت شد و تا این دم در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری میشد. به 6 سال زندان محکوم شدن شاهده محمدجان و انتقادهای را در داخل و خارج کشور به میان آورد. برخی ها نوشتند که او را برای این تنقیدهای پسرش مجازات کردند، اما مقامات این گفته ها را رد میکنند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. در این باره خبرگزاری تاس گزارش داده است. هدف از این سفر لاوروف شرکت در نشست شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل است. قرار است این نشست روز 13 می در شهر دوشنبه برگزار شود. برنا اسحاق و آوازخوان مشهور شش مقام 95 ساله شد. شهرت و اهمیت هنر این آوازخوان به حد است که مقامات تاجک زادروز این هنرمند را طبعاً به روز شش مقام در تاجیکستان اعلان کردند. برای توصیفی و اسکندر فیروز نگاه کردن به زندگی نامه برنا اسحاق و وقتی که صدرالدین عینی اساسگذاری ادبیات معاصر تاجیک بوری نخست صدای شش مقام خوانی برنا اسحاق را از رادیو شنید، او را لویچه زن در شش مقام عنوان کرد. لویچه شش مقام خوانی شماره یک یهودی تبار دربار امیران بخارا بود که یگان محفل دربار امیران بخارا به حضور او نمی گذشت. چون استادینی نیست که زاده بخارا هستند، اونجا می دونستند که خب خاصه شش مقام در اونجا چیگونه تولید شد و خب روی پرده آمد و کدام هنرمندان با جذابیت این ترانه ها را سرودهای شش مقام رو می سرودند. بعدا چون صدای برنامه پرا گوش می کنند و یک عباره که لویچه زنها است برنامه،
برنو اسحاقوا 12 می سال 1927 در شهر تاشکند تولد شده، فرزند یکم بیرخ اورومی زخریا و روحیل می باشند. اسم رسمیش بخمن بود، ولی بعدها او را برنو نامیدند. پدری برنو اسحاقوا در شرکت ترکسینی تاشکند صاحبکاری می کرد. صدای خوب را برنو از پدر میراث گرفته است. وقتی پدری برنو سال 1935 در 32 سالگی درگذشت، برنو و برادرش ایلیا را به یتیمخانه تاشکند دادند. مادر با تربیت فرزندان خردی مشغول شد. او در پرورشگاه با سرایندگی سر کرد و آوازش تا گوش مقامات رادیوی تاشکند رسید و او را در 15 سالگی به کار رادیو گرفتند. بار استاد نیروی امینوف روانشون شد بود، برایم گفتند که من سبب شدم برنامه رو به ستالین آباد به دوشنبه آوردیم. به تاشکند رفتم که این برنامه در کتابخانه کتابدار کار میکرد و گفتم که بیا با این صدای خوش و با این هنرت در شهر دوشنبه یک فضای هنری مقام سرایی و استادانی خوبی بخارا به اونجا دعوت شدن گفتن و بیا اونجا یک جا کار کنیم. اولین استاد برنو اسحاقوا یونس رجبی آهنگساز و داننده خوب موسیقی کلاسیکی در ازبکستان بود. بعداً آوازخوان میخائیل تولماسوف هم به برنو اسحاقوا درسی سرود داد و استاد دومی برنو شمرده می شود. خودی برنو اسحاقوا در یگان مکتب موسیقی تحصیل نکرده بود. شکل کامل مستند درباره برنو اسحاقوا به زودی در سامانه رادیوی آزادی و صفحه آزادی ویدیو نشر می شود. جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به پخش ویدیوی از سوی طالبان آنها را به دروغ پراکنی متهم کرده است. علی میثم نظری رئیس رابطه های خارجی جبهه مقاومت شب گذشته در صفحه تویتری خود نوشت که طالبان شماری از ساکنان پنچه را با تهدید در نزد دوربین جمع کردند. او از این دروغ پراکنی طالبان انتقاد کرد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر نوار در تویتر نوشته است که شماره زیاد به گفته او بغاوتگران در ناحیه دره ولایت پنچر اسلحه خود را به زمین گذاشتند و به طالبان پیوستند. این پس از آن است که جبهه مقاومت گفت که افرادش پس از درگیری با طالبان در منطقه های مختلفی دره پنچر چندین تن از افراد طالبان را کشتند. جبهه مقاومت ملی افغانستان پس از سرنگونی حکومت پرزیدنت فراری اشرف غنی در 15 آوگوست سال گذشته تحت رهبری احمد مسعود تأسیس یافت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 می را فرا میگیرد. دهمی می روز بین المللی پرستاران یا همشیره های شفقت است. آنها همکار و یاوران مهمی طبیبان می باشند و در دوره پاندمی کرونا ویروس بسیاری ها در تاجیکستان شاهد کار و زحمت سختشان بودند. از سال 2000 هر روز 12 می در تاجیکستان روز چشمقم تجلیل می شود. این موسیقی سنتی کسبی میراث هنری قرن های گذشته است و به خاطر حفظ مکتب چشمقم خانی در تاجیکستان آکادمی مقام هم عمل می کند. پژوهشگران میگویند که بخشی از آهنگهای ششمقام به دوران باربدی مروزی خونیاگری درباره ساسانیان برمیگردد و آن با موسیقی‌های سنتی رایج در ایران، ترکیه، آذربایجان و عراق و کردستان رابطه قوی دارد. یکی از نمایندگان برجسته مکتب ششمقام تاجیک برنو اسحاقوا هم روز 12 می در سال 1927 تولد شده است. برنو اسحاقوا 74 سال عمر دید. این نماینده یهودیان بخارا تمام عمرش را بر رشد موسیقی کسبی تاجیک از جمله ششمقام بخشیده است. سال 2001 در اسرائیل درگذشت و در یک قبرستان بیت المقدس مکان آخرت پیدا کرد. قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه به تغییر است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل از 162 تا 167 سامانه ارزش دارد. قرب 100 دلار آمریکایی باشد به 1190 1230 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 12 می چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org بخوانید و تماشا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدارتان.